در مورد وضعیت فعلی رژیمی رحمان همچون سیاستمدار چی گفتن این دارید و این رژیم تا کی ادامه خواهد کرد با این جدا از 30 سال میشود رفته شده است؟ اگر ببینید تاجیکستان در یک وضعیت بسیار نادر قرار دارد و گفته روز اونیکال نی برای همین وضعیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی که در تاجیکستان است در هر کشور دیگر می بود در اونجا یا علاقه انقلاب شده بود یا یک تبادلات می شد یا مردم به پا می خست و این حکومت دیگر دوام نمی کرد. اما چرا در تاجیکستان این کار نمی شد؟ ما دو تا سبب داریم. یکی اینکه جنگ شهروندی بود که هنوز هم حکومت از اون جنگ شهروندی و تکرار جنگ مردم رو می ترساند. از طرف دیگر ما در یک منطقه جایگیر هستیم که خواسته نخواسته هم چین هم روسیه حتی کشورهای اروپایی و غربی هم نمی خواهند که در تاجیکستان یکان حادثه رخ بدهد. و چون تاجیکستان با افغانستان هم مرز است و اگر در تاجیکستان یکان مشکلات یکان حالت شود می تواند این تاثیر رساند به تمام منطقه وضعیت افغانستان را کمتر باز بحرانی تر می کند. و در مجموع همه به این نتیجه رسیده ایستادند که برای تغییرات در تاجیکستان تغییرات سیاسی تلاش نشود چون همه گونه تغییرات همه گونه دیگرگونی در این مرحله بر ضرر گویا هم هست. اینجا ضرر رو فقط ملت تاجیک میبیند، دیگران همه هم غرب هم شرق هم همسایگان از وجود امام علی رحمان در حاکمیت فایده برده ایستادند، هم فایده اقتصادی هم سیاسی. برای مثال روسیه چرا منفعت دار باشد که در تاجیکستان حکومت عوض شود وقتی که برای پایگاه نظامی به پول برای 49 سال امتیاز میگیرد و هر چیزی که از رحمانوف درخواست کند رحمانوف انجام میدهد. برای چی؟ برای که زبان کوتاه است. چین هم همون خیال، همسایه های دیگر هم همین خیال. خب برای من هیچ کس منفعت دار نیست و این به فایده حکومت امروز است. اما سوال این است که آیا ملت تاجیک که این همه اذیت را کشیده ایستاده است بر ضرر او تمام می شود دوامناکی حکومت امام علی رحمان آیا تحمل بیشتر از این دارد یا نه؟ اگر ملت تحمل کرد باقی می ماند، اگر ملت تحمل نکرد گفت بس در یک روز هم مسئله حل است و هیچ کس نه رحمان را کمک کرده می تواند و نه از او دفاع می کند. این را هم باید بگویم که با اون تجربه که کم هم باشد من دارم با اون صحبت هایی که با سیاستمدارا و دیپلمات ها انجام میدیم و موقع کشورها را میدونیم اگر در تاجیکستان تغییرات صورت بگیرد از طرف ملت هیچ کس از رحمان کمک نخواهد کرد. این همش افسانه است. میفهمد که چین میآید کمک میکند، روسیه میآید پایگاه 201 کمک میکند یا کشورهای دیگر. نه، اگر روسیه کمک میکرد سرکیسیان رو در ارمنستان کمک میکرد، اگر چین کمک میکرد دیگر در قرقیزستان که با حکومت های پیشینه قرقیزستان هم خیلی دوست بود با اتنبایف هم و با این بعدی هم با اینا هم. ولی نه، چین کمک نکرد. سرمایه گذاری چین در قرقیزستان از تاجیکستان بیشتر است، این رو هم فراموش نکنیم، یا در کشورهای دیگر افریقایی. بنابر همین این رو حکومت ها خودشون منفعت دارن این میفه ها رو پهن کنن که خب چین ما رو کمک خواهد کرد و روسیه هم کمک خواهد کرد و بعضی تحلیلگرای بنا مستقل هم این ذهنیت رو در شبکه ها در ذهن مردم جا میکنن که مردم فکر کنن که خب ما یک ملتی کمبغل آیا در مقابل چین و روسیه و مثلا ازبکستان و ایران و ترکیه کاری از دستمون میآید، میخواهن اعتماد به نفس ملت ما رو پایان برن. من با تمام مسئولیت میگم که نه، ملت باید خودش مسئولیت رو به دست خودش بگیرد، در تصمیمش جدی باشد، قاطع باشد و با اون روز رسیدیم که اقدام کردیم هیچ کس در کمک رحمان نخواهد بود.